شتایون ریاهی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون کشورمون عزادار شد. دوستان عزیز به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. شتایون ریاهی لحظاتی پیش عزادار شد. او با منتشر کردن یک پست و یک تصویری از پسرش نوشت: یگانه فرزندم پوریا. پرواز پدر هنرمند و فرهیختت استاد امیر فرشید رحیمیان رو به تو و خانواده رحیمیان و جامعه موسیقی تسلیت میگویم. راهش پر نور و یادش گرامی. دوستان عزیز، خانم کتایون ریاهی به سوی همسر اولشون استاد امیر فرشید رحیمیان نشستند. کتایون ریاهی از همسر اولشون آقای امیر فرشید رحیمیان جدا شده بودند و از ایشون فقط یک فرزند به نام پوریا داشتند که ایشون هم یکی از اساتید موسیقی در کشورمون بودند که در نهایت لحظاتی پیش جان خودشون را از دست دادند و خانم ریاهی هم در واکنش به درگذشت همسر اولشون به پسرشون این چنین تسلیت گفتند و تمام طرفداران خودشون رو از درگذشت همسر اولشون مطلع کردند. اما میپردازیم به بیوگرافی کتایون ریاهی. خانم کتایون ریاهی بازیگر سرشناس تلویزیون و سینمای کشورمون هستند که در تاریخ 10 دی 1340 در تهران متولد شدند. بازی در سریال پس از باران و یوسف پیامبر شهرت زیادی را برای کتایون ریاهی به ارمغان آورد. کتایون ریاهی تحصیلات خودش را در زمینه کارشناسی ادبیات و انسانشناسی سپری کرده. پدر و مادر کتایون ریاهی اهل شیراز و گیلان هستند. پدر او دکتر اردشیر ریاهی نام دارد که در بیمارستان چمران شیراز پزشک ارتوپد بوده و نام مادرش گیتی ریاهی هست. او به طراحی لباس می پردازد. کتایون ریاهی یک برادر به نام علیرضا دارد که همچون او در عرصه بازیگری فعال است. کتایون ریاهی به ورزش به طور جدی میپردازد و طبق گفته خودش صبح ها از ورزش صبحگاهی غافل نمی شود. همچنین یوگا، شنا و دوچرخه سواری از ورزش های مورد علاقه او هست. او هرگز تلویزیون تماشا نمی کند. خانم ریاهی شنونده بسیار خوبی هست و درد و ناراحتی مردم را می شنود و خب ناراحتی مردم او را به شدت آزار می دهد و او همیشه تلاش می کند کاری برای مردم انجام دهد تا بدین ترتیب روحی خودش رو هم آرام کند. خانم کتایون ریاهی تا کنون 2 بار ازدواج کرده که مهر طلاق در شناسنامه او حک شده. کتایون ریاهی پیش از اینکه وارد حرفه بازیگری شود با فردی به نام فرشید رحیمیان ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک پسر به اسم پوریا است. پسر کتایون ریاهی موسیقی دان است و تحصیلات آکادمیک خود را در زمینه موسیقی سپری کرده. اولین آلبوم بی کلام او پژواک سکوت نام داشت. زندگی کتایون ریاهی با فرشید رحیمیان در نهایت دوام نیاورد و به طلاق و جدایی ختم شد. خانم کتایون ریاهی پس از شکست در ازدواج اولش برای بار دوم با مردی به نام مسعود بهبهانی ازدواج کرد که از سهامداران اصلی شرکت اویل ورد آمریکاست. کتایون ریاهی به منزله رشته تحصیلیش که ادبیات بود در کنار بازیگری به حرفه نویسندگی هم می پرداخت. او 2 کتاب در سال 1393 منتشر کرد که دومین کتابش به نام ماهی قرمز کوچولو یک داستان کودکان است. اما ماجرای خودسوزی کتایون ریاهی. به دنبال ماجرای خودسوزی و مرگ سحر خدایاری که به دختر آبی معروف شد و مقابل دادگاه خودسوزی کرد، کتایون ریاهی از تصمیمی شبیه او پرده برداشت و گفت جلوی اقدام به خودسوزیش را شاعر نام آشنا مرحوم افشین یداللهی گرفت
این بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در پیج اینستاگرامش نوشت یک روز تاریک و تلخ و سیاه و جور و ستم در اسفند 95 تصمیم گرفتم جلوی قوه قضایی خودسوزی کنم. از چند نفری که می دانستند تنها افشین یداللهی دست به کار شد. مثل همیشه همچون یک فرشته مرا واداشت بمانم و چند روز بعد خودش آسمانی شد و از بین ما رفت. اکنون هستم، ماندم و پیروز شدم و همچنان با شجاعت هستم و خواهم بود. اما کتایون ریاهی در ادامه نوشت دخترم سحر جان، متاسفم کسی نبود تو رو از این کار منصرف کند. همچنین خانم کتایون ریاهی در مورد نویسندگیش این چنین گفته: ترجیح من این هست که یک جا بنشینم و فقط بنویسم، ولی این کار هیچ مغایرتی با کمک کردن نداره. نوشتن میتونه ادامه مسیر کمک باشه. همین کار بنیاد که الان انجام میدم و هم نوشتن میتونه هر دو کمک کننده باشه. من به عنوان یک هنرمند اثر ناچاری به عنوان مدیر عامل یک بنیاد کار میکنم. به محض اینکه شخص شایسته و توانمندتری از لحاظ فکری پیدا بشه من انصراف میدم. از خانم ریاهی سوال شده خیلی ها خانم ریاهی هنوز خداحافظی شما رو جدی نگرفتند و معتقدن شما به سینما بر میگردید، نظر خودتون چیست؟ خانم ریاهی در پاسخ گفتند کسی از آینده خبر نداره. دیالوگی است در فیلم ترمیناتور که آرنولد میگه من بر میگردم، شاید نقشی پیش بیاد و من آنقدر وسوسه بشم که برگردم و بازی کنم. I will be back. اما حالا خانم کتایون ریاهی برای درگذشت همسر اولشون آقای امیر فرشید رحیمیان به شدت ناراحت هستند و درگذشت او رو به فرزندشون یعنی پوریا رحیمیان تسلیت گفتند. دوستان عزیز، نظر شما راجع به خانم کتایون ریاهی چیست؟ خانم ریاهی جز بازیگرانی بودند که در اعتراضات سراسری و در جنبش زن زندگی آزادی به شدت اعتراض کردند و در نهایت مدتی دستگیر شدند و مدتی به قید وثیقه آزاد شدند. نظر شما راجع به خانم کتایون ریاهی و هنرنمایی ایشون در فیلم‌های یوسف پیامبر و سایر فیلم‌های دیگر چیست؟ آیا ایشون همراه مردم هستند؟ آیا شما جزی از طرفداران خانم کتایون ریاهی هستید یا خیر؟ لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال های نیوز تیوی حاشیه مدیا و فکت نیوز رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ کنید، وارد کانال های ما بشید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و در قسمت سرچ یوتیوب حتما ویدیوهای ما رو ببینید، نام کانال هامون رو سرچ بکنید و لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلی و بعدیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه های فارسی زبانان و ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و انگلیس و فرانسه و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید. با تشکر از همراهی همیشگیتون شب و روز بر شما عزیزان خوش.